به هارد تاک خوش اومدید. من استیون سکر هستم. 18 سال از زمان حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده از سوی القاعده میگذره. در پاسخ به این حملات دولت آمریکا یک روش ضد تروریستی به کار گرفت که در اون از دستورالعملی زیر عنوان روش‌های پیشرفته بازجویی استفاده کرد که همون شکنجه بود، ولی در واقع از عنوانی با بار منفی کمتر استفاده شد. ما امروز واقعیت ماجرا رو میدونیم و این رو مدیون زحمات کسی مثل دنیل جونز هستیم. حالا قصه دنیل جونز در قالب یک فیلم هم روایت شده، ولی پرسش اصلی حول این محوره که شاید آمریکا مدت هاست که دیگه اهمیتی برای چنین گزارش‌های قائل نیست. آقای دانیل جونز، به هارد تاک خوش اومدین. اخیراً فیلمی تولید شده که تلاش و سیر مبارزه تو رو برای تهیه گزارش در مورد اون چه که سازمان CIA در عملیات‌های ضد ترور خودش بعد از حوادث 11 سپتامبر انجام داده بود رو روایت می‌کنه. از زمان تهیه اون گزارش مدت نسبتاً زیادی سپری شده. آیا فکر می‌کنی ماموریتت هنوز تمام نشده؟ خب حقیقت ماجرای 11 سپتامبر از ابعاد مختلف هنوز هم تمام نشده و آثارش باقیه و امروز هم در واقع روی خط مشی مبارزه ما با گروه‌های مثل دولت اسلامی تأثیر شو داره میذاره. تو برای تدوین گزارشت 6 سال زمان گذاشتی، کلی مبارزه کردی تا دست کم بخشی از اون در اختیار افکار عمومی آمریکا قرار بگیره. میدونیم که گزارش تو واقعیت ها رو گفته. میخوام بدونم که آیا فکر نمی‌کنی شاید هنوز هم ابعادی از این ماجرا ناگفته باقی مونده باشه؟ Absolutely. I mean, so this is actually a 7-year journey. It began after it came to light that the CIA had destroyed interrogation videotapes of detainees in its custody. شکی نیست. ما یه مسیر 7 ساله رو برای این گزارش طی کرد. از زمانی که معلوم شد که سازمان CIA نوارهای ویدئویی مربوط به بازجویی از متهمانی که در بازداشتش بودن رو از بین برده. اونا نوارها رو سال 2005 بعد از ابراز نارضایتی مدیریت ارشد CIA و دولت جورج دبلیو بوش نابود کردند. بعدش ماجرا سال 2007 علنی شد. کمیته امنیت سنا که من براش کار می‌کردم یک تحقیق خیلی گسترده رو شروع کرده که بفهمه محتوای اون فیلم‌ها که CIA از بین برده دقیقاً چی بوده. درسته، و با وجود اینکه نوارها از بین رفته بود، تو تونستی اسنادی رو جمع‌آوری کنی که به وضوح ماجرا رو برات روشن می‌کرد، به خصوص در پرونده بازجویی از یکی از ماموران ارشد القاعده به اسم ابو زبیده که در معرض بی‌رحمانه‌ترین شکل عملی اون روش‌های پیشرفته بازجویی قرار گرفته بود. آیا از همون اول این یقین رو داشتی که استفاده سازمان CIA از چنین روش‌هایی معادل شکنجه است؟ من مأمور بودم که حقایق رو پیدا کنم. سازمان CIA هم آخر سر 6,300,000 صفحه سند طبقه بندی شده خودش در مورد این نوع بازجویی‌ها رو تهیه کرد. که این همه سند مسلماً فقط در مورد شکنجه ابو زبیده نبوده، چون بیشتر از 100 زندانی در اختیار سازمان CIA بودن، ممکنه بیشتر هم بوده باشن. درسته، باید بگیم دست کم 119 زندانی. حالا اینکه CIA بیاد و 6,300,000 صفحه سند رو در اختیار یک کمیته در نهاد مقننه آمریکا قرار بده، یک مورد بی سابقه محسوب میشه. توی این اسناد 10 هزار صفحه فقط در مورد ابو زبیده داریم که سال 2002 در ارتباط با پرونده 11 سپتامبر دستگیر شد و در اختیار CIA قرار گرفت. سوالی که میدونم خیلی های دیگه هم بهش فکر میکنن اینه که واکنش تو چی بود؟ منظورم زمانی که فهمیدی روایت CIA از روش های شکنجهی که به کار میگرفته تا این حد تکاندهنده بود. ما در بهت بودیم. اونا نوارها رو به خاطر همین تصاویر هولناک از بین برده بودن. ما فکر نمیکردیم جزئیات اینقدر دقیق ثبت شده باشن، ولی شده بودن. دلیلش هم اینه که شکنجهگرها میخواستن موافقهاشون در CIA رو به طور مستند در جریان قرار بدن که بالا سریاشون نتونن تقصیر رو بندازن گردن اونها. و از این کارشون هیچ حس شرمساری هم نداشتن، چون صرفا داشتن دستورات رو اجرا میکردن؟ نه، شرمسار نبودن. چیزی هم که در این اسناد داریم اینه که مثلا هزاران صفحه فقط در خصوص جزئیاتی هست که دقیقه به دقیقه اونچه که بر سر ابو زبیده به عنوان اولین زندانی اومده رو روایت میکنه. یه گزارش دقیق اینطوری: ساعت 6:30 برای واتربوردینگ یا شکنجه غرق مصنوعی آماده میشه. و تو توی ارائه این جزئیات به کمیته سنا، تصویری که از ابو زبیده دادی تصویر انسانیه که بر اثر این شکنجه ها تقریبا خرد شده
مردی که در توصیفش گفتی که به دلیل اون شکنجه های هولناک اونقدر روانش تخریب شده بود که با یک بشکن زدن بازجوها مثل یک حیوان خونگی تربیت شده از جا می پرید. این در واقع توصیفی از شدت تخریب ذهن این آدم در اثر شکنجه های CIA بود. شکنجه هایی که روزهای متمادی و در بدترین شرایط ممکن بهش وارد شده بود. بله درسته. ابو زبیده در فصل بهار دستگیر شد و در ابتدا در فاصله ماه‌های آوریل و ژوئن عمدتاً تحت بازجویی افسرای پلیس فدرال یعنی FBI بود که غالباً از روش‌های متعارف پلیسی اعمال قانون توی بازجویی استفاده کرده بودند، یعنی خشونتی در کار نبود. ولی بعدش در اواسط ماه ژوئن ابو زبیده به انفرادی منتقل میشه، یعنی بازجوهای FBI رفتن خونه‌هاشون چون مسئولین CIA به وزارت دادگستری و شخص رئیس جمهور بوش مراجعه کردند تا اونا رو متقاعد کنن که بازجویی ابو زبیده را بگذارن به عهده آنها و بتونن به اصطلاح روش‌های پیشرفته بازجویی رو روی اون اعمال کنن که همونطور که تو هم به درستی اشاره کردی در واقع فقط یک معادل با لفظ بهتر برای شکنجه هست. بعد از حدود 47 روز مسئولین CIA تونستن این مجوز قانونی رو دریافت کنن و در تمام این مدت ابو زبیده توی یک قفس نگهداری می‌شد و مطلقاً کسی سمتش نمی‌رفت که حتی یک سوال ازش بپرسه. واتربوردینگ یا غرق کردن مصنوعی هم به نماد اصلی بد رفتاری فراگیر در سازمان CIA تبدیل شد. خالد شیخ محمد رو شاید بشه شناخته شده ترین زندانی دونست که چندین بار در معرض این نوع شکنجه قرار گرفت. میخوام الان اگه اجازه بدی یه سکانس از فیلمی رو نشون بدم که اول مصاحبه در موردش گفتم، فیلمی که اسمش هست گزارش. شاید برای تو یکم عجیب باشه اینکه ببینی کسی نقش تو بازی میکنه، یعنی آدم درایور که هیجان و عصبانیت تو رو نشون میده زمانی که به همکارات میگه که این شکنجه ها که تو ازشون پرده برمیداری چقدر تاثیر عکس داره. تمام اطلاعاتی که شما میگید اونا به کمک روش‌های پیشرفته بازجویی به دست آوردن. CIA این اطلاعات رو از منابع دیگه، دولت‌های دیگه و روش‌های دیگه قبلا به دست آورده بود. ولی چیزی که در واقع انجام دادن این بود که محاکمه شخصی مثل خالد شیخ محمد به عنوان عامل قتل عام رو عملاً غیر ممکن کردن. این آدم طراح حملات 11 سپتامبر بود، ولی به جای اینکه محکوم به حبس ابد بشه، CIA با اعمال این شکنجه‌ها اونو بدل به یک قهرمان کرد که باعث جذب بیشتر نیرو توی جبهه دشمن شد، توی جنگی که ما هنوز درگیرش هستیم. این یه فیلمه، یه قصه است، ولی خب یه جورایی از داستان تو اقتباس شده. آیا تو واقعا در این حدی که آدم درایور تو این نقش نشون میده برافروخته میشدی؟ مسئول نهایی گزارشی که تهیه شد در واقع سناتورهای عضو کمیته هستند که نهایتاً زیرش رو امضا و منتشرش کردند. همه اونا همین احساس عمیق رو داشتن که نه تنها این بخش از تاریخ آمریکا رو مستند کنن، بلکه اون رو هم در اختیار افکار عمومی قرار بدن و با این کار یک مطمئن بشن که دیگه این اتفاق تکرار نخواهد شد و دو ایالات متحده بتونه تا حدودی مسئولیت اخلاقی خدشه‌دار شده خودش رو در عرصه حقوق بشر پس بگیره. خب حالا یکم در مورد تأثیر گزارش در داخل آمریکا صحبت کنیم. تو اصرار داری که این گزارش فقط در مورد میزان استفاده سازمان CIA از شکنجه بعد دروغ گفتنش در این مورد و سرپوش گذاشتنش نیست، بلکه فراتر از این هم میری و میگی که این شکنجه هیچ کمکی هم نکرد و اینکه خود سازمان CIA هم میدونسته که این روش ها مؤثر نبوده. همین موضوع رو جنجالی میکنه. برام توضیح بده که چطور انقدر مطمئنی که بر اساس اسناد هیچ کدوم از روش های بازجویی مطلقاً منجر به کشف اطلاعات امنیتی مفیدی نشد. کاری که ما کردیم این بود که از خود گفته‌های سازمان CIA شروع کردیم. اصولاً مبنای حرفای اونا 10 مورد نقشه تروریستی ادعایی و دستگیری‌هاشون در این زمینه بود. سازمان CIA گفته بود اگه اون شکنجه‌ها کمک کرده که فردی به اسم خوزپادیا دستگیر بشه، گفته بود همین شکنجه ها موج جدیدی از حملات تروریستی علیه ایالات متحده رو خونسا کرده. ما هم اومدیم از حرفای خود سازمان CIA استفاده کردیم و کنار اون 6,300,000 صفحه از اسناد خودشون گذاشتیم تا به کنه مطلب پی ببریم. اومدیم مجموعه 20 مورد رو موشکافی کردیم، 20 موردی که سازمان CIA بیشتر از موردهای دیگه ذکر کرده بود و مدعی شده بود که اگه اون فرد خاص دستگیر نمی‌شد، فلان نقشه تروریستی اتفاق می‌افتاد. ولی در تک تک این 20 مورد دستگیری این افراد به لطف استفاده از روش‌های شکنجه گیر نیفتاده بودند، بلکه روش‌های امنیتی دیگه یا سازمان‌های دیگه یا اطلاعات دولت‌های دیگه باعث دستگیریشون شده بود، نه شکنجه سازمان CIA. اینو از کجا می‌دونی؟ چون مثلا جان برنن یکی از رؤسای پیشین سازمان CIA میگه حقیقت اینه که بعضی از این متهم‌ها که ازشون بازجویی می‌کردیم اطلاعات امنیتی حیاتی در اختیار ما می‌گذاشتن. برنن مدعیه که این روش‌های شکنجه کمک بی‌حد و حصری به کشف این اطلاعات حساس کردن. چطور تو عکس این رو ادعا می‌کنی؟
این حرفاش منو عصبی میکنه. اول بیایم برگردیم به اونچه که خود سازمان CIA به وزارت دادگستری غالب کرده بود. اونا گفته بودن که این روش های بازجویی لازمه چون ما این نوع اطلاعات رو به هیچ روش دیگه‌ای نمیتونیم به دست بیاریم. به قول خودشون اطلاعاتی که جز با شکنجه مطلقاً غیر قابل دسترس خواهد بود. گفته بود که بدون شکنجه ما هیچ وقت نمیفهمیدیم که کسی به اسم خوزه پادیا وجود داره. خیلی خوب، سخت نیست. میتونیم بریم تو خود اسناد CIA و اونجاست که میفهمیم که اونا خوزه پادیا رو خیلی زودتر از سال 2001 میشناختن. ابو زبیده هم که تا سال 2002 که هنوز دستگیر نشده بود. در مورد موج دوم حملات برنامه ریزی شده هم جان برنن و بقیه میگن که به واسطه اطلاعاتی که به لطف شکنجه خالد شیخ محمد به دست آوردن تونستن این حملات رو خونسا کنن. ولی ببینید خالد شیخ محمد ماه مارس 2003 دستگیر شد، در حالی که تیم خونساسازی موج دوم حملات از دو سال قبل یعنی سال 2002 توی کاخ سفید فعالیتش رو شروع کرده بود. بنابراین تاریخایی که میگن اصلا همخونی نداره. خب تو میگی که سازمان CIA و نه لزوماً فقط شخص برنن سالها و پشت سر هم در مورد قضیه شکنجه فقط دروغ تحویل میداد و روی فعالیتاش حتی سرپوش هم میذاشت و اینکه به هر دری میزد که تو رو مرعوب کنه که تحقیقاتت رو متوقف کنی. حتی توی مقطعی تو رو متهم کردن به هک کردن کامپیوتراشون و سرقت غیرمجاز اطلاعات از اونا و میخواستن تو رو تحت پیگرد قضایی قرار بدن. حالا سوال من اینه، تو بعد از تحقیقاتت در مورد شکنجه نه فقط در اون زمان بلکه بعدش هم اعتمادت رو به سازمان CIA به عنوان یک نهاد اطلاعاتی به طور کامل از دست دادی؟ بیان روشن حرف بزنیم. CIA هم مثل هر سازمان دیگه از افراد تشکیل میشه و این افراد نظرات متفاوتی میتونن داشته باشن. بیشتر افرادی که در زمان تحقیقات تو داخل CIA کار میکردن الان هم هستن و پستای ارشدی هم دارن. بله، چیزی که میگی کاملا درسته. یکیشون فردی بود به اسم خوز رودریگز که حتی در تبیین و تعریف طرح شکنجه CIA کتاب هم نوشت. نفر دیگه جینا هسپل بود که الان رئیس CIA هست. بله، جینا هسپل الان سازمان CIA رو اداره میکنه و در طی فرایند قانونی نامزدی برای این پست توی جلسات سنا در مورد نقشش توی قضیه روش‌های پیشرفته بازجویی مؤاخذه شد. او در پاسخ گفت که CIA دیگه این روش‌ها رو کنار گذاشته. اینکه الان این فرد ریاست این سازمان رو به عهده داره چه پیامی درش نهفته است؟ یکم به پیشتر از قضیه شکنجه برگردیم. حوادث 11 سپتامبر اتفاق میفته و نهادهای ما غافلگیر میشن و نمیتونن زودتر متوجه بشن و جلوشو بگیرن. سال 2003 یکی از زندانیای این پرونده توی بازداشتگاه میمیره. بازم هیچ کسی محاکمه نمیشه. جالبتر این که شخصی که خودشون به عنوان مسئول اصلی مرگ این زندانی شناسایی کردن رو پیشنهاد کردن که پاداش تشویقی آخر سال هم دریافت کنه. وقتی که معلوم شد سازمان CIA به رئیس جمهور بوش در این زمینه اطلاعات غلط میداده، بازم هیچ کسی محاکمه نشد. خب ما در مورد پروژه سختی که تو 6 سال تمام درگیرش بودی صحبت کردیم. آیا فکر نمی‌کنی که واقعیت تلخ و عریان ماجرا اینه که وقتی گزارش منتشر شد اون نتیجه و تأثیری رو نداشت که امید و انتظارش رو داشتی؟ یا روکتر بگم، الان دیگه به فراموشی سپرده شده. شکی درش نیست. توی 24 ساعت اول انتشار گزارش ما سرخط خبرهای تمام جهان بودیم. مسئله بازگویی قصه توی فیلمی که پخش کردید هم البته مهمه. خیلی مهمه که ما بتونیم به این مدارک از طریق جلب توجه مخاطب معنی و زندگی بدیم. آدام درایور و جان هم در قالب بازیگر خیلی خالصانه و با کمترین بودجه‌ای که در اختیار داشتن انجام دادن، چون ایمان داشتن که نه فقط ملت آمریکا بلکه کل جهان باید حقیقت ماجرای شکنجه رو متوجه بشه. تو میگی که مردم آمریکا لازمه بدونن، که ولی واقعیت اینه که خیلی زودتر از اینا میدونستن. همون اول کار که یادداشت‌های در اون سازمانی مربوط به قضیه شکنجه از کاخ سفید بیرون اومد و نقش خود رئیس جمهور بوش و تیم کاخ سفید در اعطای مجوز شکنجه به سازمان CIA رو نشون میداد، اینکه گفته بودن لازم نیست نگران کنوانسیون منع شکنجه ژنو باشیم، تونستیم تطبیقش بدیم و کاری که میکنیم اصلا غیر قانونی نیست. میخوام بگم که سالهاست افکار عمومی آمریکا این دستورات از بالا به پایین و نقش همه از پایین ترین تا بالاترین مقام دخیل در قضیه سیاست گذاری شکنجه رو میدونن. ما میگیم سازمان CIA، وزارت دادگستری و دولت بوش اطلاعات گمراه کننده داد. یادداشت‌هاشون میگه که روش‌های شکنجه مورد نظر طوری به کار گرفته خواهند شد که کمترین زور و اجبار درشون باشه و اینکه فرد بازداشته همیشه بهش فرصت داده میشه که بدون اعمال شکنجه راحت حرفش رو بزنه. ولی ما به هیچ وجه این
رو توی کارنامه و اسناد خود سازمان CIA هم ندیدیم. همونطور که گفتیم شخصی مثل ابو زبیده رو تنها 6 ساعت بعد از تایید مجوز با واتربوردینگ یا روش القای حس غرق مصنوعی شکنجه کردن. بذار یه سری چیزایی رو که دموکرات‌ها در زمان حوادث 11 سپتامبر گفتن و اینجا بازگو کنم. تازه نمیخوام وارد حرفای تند و تیز جمهوری‌خواهای اون وقت بشم که خواستار یه سیاست خیلی خشن و تهاجمی ضد ترور بودن که اینجوری رئیس جمهور رو که هم از حزب خودشون بود حمایت کرده باشن. به حرفای دموکرات‌ها که از جناح مخالف بودن بسنده می‌کنم. اونا میگفتن دیگه باید دستکشا رو در آورد و به هر نحوی که شده این تروریستا رو متوقف کرد. نمونش نانسی پلوسی که میگفت روال عادی همه چی رو باید متوقف کنیم و برای محافظت از خودمون مجبوریم حالا کارایی رو انجام بدیم که به طور تاریخی همیشه ازشون پرهیز می‌کردیم. یه جا هم جی راکفلر مسئول همون کمیته امنیت سنا که خودت هم یه جورایی اون سالای اول براش کار می‌کردی، یه بار ازش پرسیده شد که نظرش چیه که خالد شیخ محمد برای بازجویی به یه کشور ثالث فرستاده بشه که درش شکنجه ممنوع نیست. در پاسخ می‌خنده و میگه که این طرح رو رد نمی‌کنه. اون گفت چون این آدم عامل کشدار صدها آمریکایی بوده، هیچ گزینه‌ای در برخورد باهاش مردود نیست. اینه، میدونی؟ یعنی آمریکا از اول قضیه رو اینجوری و از این زاویه بهش نگاه کرده. ما تو گزارشمون بعد از بررسی اون 6,300,000 صفحه از اسناد به این نتیجه رسیدیم که شکنجه اون روش مفید مورد نظر نیست. جوابهایی که متهم در اثر شکنجه میده نادرسته و این روش منتهی به کسب اطلاعاتی از این بازداشتی‌ها میشه که غیر قابل اتکاست. ما بارها و بارها متوجه شدیم که بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات قابل اتکا از این افراد ایجاد ارتباط مؤثر و نزدیک است. خب پس اگه اینقدر مطمئنی که بر اساس اسناد تو شکنجه فقط اتلاف وقت و منابع، چرا همچنان نه فقط تو آمریکای بعد از 11 سپتامبر بلکه تو خیلی از کشورهای دنیا همچنان استفاده میشه؟ آیا اون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همشون واقعا در اشتباهن؟ تردیدی نیست که شکنجه مثل یه بیماریه که مدت‌های مدیدی دنیای انسان به اون دوچاره. ما میدونیم که تأثیری نداره. علم میگه که نداره. خب ما یک فهرستی از دولت‌ها و رژیم‌هایی داریم که حتی بدون اینکه بخوایم ازشون بد گفته باشیم، درشون شکنجه به عنوان ابزاری برای گرفتن اطلاعات از متهمین استفاده میشه. کشورهایی مثل چین و روسیه، کشورهای خاورمیانه و جای مختلف در تمام نقاط دنیا. واقعاً تو معتقدی که تمام این کارشناس‌های حوزه مبارزه با تروریسم کاملاً در اشتباهن؟ من میگم چیزی که از طریق شکنجه به دست میاد یا اعترافات نادرست هست یا حرفای تبلیغاتیه. اگه من تو رو شکنجه کنم و ازت بخوام که اعتراف کنی که مثلا برای بی بی سی کار نمی‌کنی و برای اپل کار می‌کنی، تو هم در اثر فشار میگی بله من برای اپل کار می‌کنم. خب من اینجا چیزی که می‌خواستم رو دقیقاً به دست میارم، ولی اطلاعات درست و قابل اتکا نمی‌گیرم. به پرونده خالد شیخ محمد نگاه کنیم. سازمان سیا اونو 183 بار با روش غرق مصنوعی شکنجه کرد. اونم آخر سر یه اعتراف ساختگی کرد. ولی کل داستان ساختگی و بی‌اساس بود. الان وضعیت چطوریه؟ تو کارزارهای مختلفی فعالی و هنوز در خصوص مسائل حقوق بشری، بحث پاسخگویی و حاکمیت درست تو ایالات متحده نگرانی‌هایی داری. الان در واحدهای مبارزه با ترور نهادهای آمریکایی دخیل در امنیت ملی چی می‌گذره؟ به نظر من ما از اتفاقایی که در دوره بعد از 11 سپتامبر افتاد درس جدیدی گرفتیم. وقتی گزارش ما منتشر شد، سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین الحاقی فاینستاین مک‌کین به قانون منع شکنجه آمریکا رو ارائه کرد که بر اساس اون دولت آمریکا دیگه حق نداره بازداشت‌ها رو مخفی نگه داره. تمام این افراد باید به صلیب سرخ دسترسی داشته باشند. تمام روش‌های بازجویی در آمریکا، چه در سازمان CIA و چه در FBI، باید با این معیارها منطبق باشه. بنابراین این خودش یه قانون متقن و در حال اجرا هست. خود جان مک‌کین میگفت یه دلیلی که ما این قضیه رو داریم اصلاح میکنیم اینه که بتونیم اون مسئولیت اخلاقی رو دوباره به دست بیاریم و کشوری باشیم که برای بقیه یه الگوه. جان مک‌کین اینو گفت، درسته؟ بله. و جان مک‌کین هرگز رئیس جمهور نشد، ولی ترامپ شد. ترامپی که توی تبلیغات انتخاباتیش در سال 2016 خیلی روشن گفت که شکنجه مؤثر بوده.
و همین شخص به ریاست جمهوری رسید. ببین حرفای تو خیلی درست و زیبا هستن، ولی روک بگم مردم آمریکا هم نظر تو نیستن. خب سازمان CIA تلاش تبلیغاتی خیلی وسیعی رو صرف این قضیه کرده که به مردم القا کنه شکنجه ابزار موفقی در جنگ با ترور بوده. شرکت آمازون که همین فیلم با موضوع تحقیقات ما رو ساخت، یه نظرسنجی انجام داد و از افراد قبل از دیدن فیلم پرسیده بود که آیا روش شکنجه مورد استفاده سازمان CIA بعد از حوادث 11 سپتامبر موثر بوده یا نه. چیزی حدود 57% اون رو موثر میدونستن. ولی بعد از تماشای فیلم، وقتی که افراد در مورد محتوای گزارش کمیته سنا و واقعیت شکنجه آگاهی پیدا کردن، این رقم به 30% افت پیدا کرد. وقتی این نکات به افکار عمومی منتقل بشه، اون وقت میزان حمایت از شکنجه به شدت پایین میاد. الان دارم صحبت‌های مک‌کین رو در این زمینه مرور می‌کنم که توی فیلم هم عینن هست. میگه حتی اگر هم باشه نباید ما سمتش بریم، چون این کار به اعتبار و مسئولیت اخلاقی آمریکا لطمه میزنه. ولی با وجود این صحبت‌ها، از اون زمان و حتی از زمان مرگ جان مک‌کین تحولات زیادی رخ داده. دیدگاه دولت دونالد ترامپ و نحوه برخورد شخص ترامپ با مسائل امنیت ملی و نهادهای امنیتی از جمله سازمان CIA و پنتاگون، به نظرم میاد که همه نشون میده که در حال حاضر رهبری ارشد دولت آمریکا تفکراتی داره که خیلی خیلی دور از اون چه که تو دوست داری باشه. ولی با این حال دستورالعمل شکنجه رو برنگردوندن. البته فقط تا اونجایی که ما میدونیم. به هر حال میدونن که اگه از شکنجه استفاده کنن کار غیرقانونی کردن و این ازشون یه چهره زشت میسازه. اونا مؤکدن گفتن که دنبالش نمیرن. خود جینا هسپل مشخصا اعلام کرد که سازمان CIA هیچ وقت اون دستورالعمل شکنجه رو برنمیگردونه. ترامپ هم گفت که با ژنرال ماتیس وزیر سابق دفاع صحبت کرده و اون بهش گفته که فایده یه سیگار و یه آبجو بیشتر از شکنجه هست. و ترامپ قبول داره که شکنجه فایده نداره. واقعا به نظر ترامپ مخالف شکنجه است؟ خب بر اساس گفته خودش بله. در مورد بحث پاسخگویی چی؟ چون این موضوعی که تو خیلی روش تمرکز می‌کنی. تو همین مصاحبه هم به مسئله زندانی اشاره کردی، فکر کنم اسمش گل رحمان بود، که مستقیما در اثر شکنجه و شرایط بازداشت CIA کشته شد. در واقع به خاطر تب بیش از حد فوت شد، چون اون رو بعد از شکنجه شدید با آب تمام شب توی سلول خیس رها کرده بودن. تا حالا کسی در رابطه با مرگ این شخص رسما متهم نشده. آیا به نظرت زمانی میرسه که افراد در این زمینه ها محاکمه بشن؟ خب به نظر من اخلاق در طول تاریخ همیشه قوس بلندی داشته و زمانی کار خودشو میکنه. همین که اطلاعات جدید علنی میشه، این خودش منجر به پاسخگویی میشه. انتشار همین گزارش خودش یه نوع پاسخگویی هست. الان جینا هسپر رئیس CIA هست. همین شخص در اجرای طرح شکنجه CIA زمانی دخیل بود. همون کمیته سنا که رأی به انتشار گزارش ضد شکنجه داد، همون هسپل رو به عنوان رئیس جدید CIA تایید میکنه. دنیا پیچیده است دیگه. آره درسته، ولی دقیقا همین نکته که الان شخصی که خودش در شکنجه دخیل بوده به عنوان رئیس CIA ارتقا پیدا کرده، این پیام رو میده که احتمال بهبود وضعیت در حوزه پاسخگویی در این خصوص خیلی پایینه. یقیناً تو مسیر تهیه گزارشت و نتایجی که به دست آوردی محدودیت‌هایی داشتی. نمونه‌اش بحث انتقال غیرقانونی متهمان به مراکز بازداشت و بازجویی در کشورهای ثالثه. کشورهایی مثل پاکستان، مصر، سوریه و لیبی. این کشورها مظنونین رو با درخواست آمریکا در اختیار می‌گرفتن و خدا می‌دونه چی به سرشون می‌آوردن. آیا هرگز زمانی میرسه که جزئیات در این زمینه هم روشن بشه؟ به نظرم خیلی بعیده. اینکه زمانی یه دولت مستقر در آمریکا در این خصوص گزارش منتشر کنه، نه. گزارشی که ما تهیه کردیم حدود 7000 صفحه هست که 38000 پاورقی داره و بر مبنای اسناد خود سازمان CIA هست و مشخصا مربوط به پرونده اون 119 فرد بازداشتیه. ولی گزارش ما باعث میشه که کسی دیگه نیاز نداشته باشه اون 6,300,000 صفحه اسناد سازمان CIA رو بررسی کنه. یعنی بحث انتقال متهم به کشورهای ثالث مثل سیاه‌چاله میمونه که هیچ وقت توشو نخواهیم دید. سوال آخر، تو گفتی که وقتی خلاصه گزارش منتشر شد تأثیر ضعیفش تو رو ناامید کرد. آیا معنیش اینه که در حال حاضر کلیت اون اتفاقات و روایتی که از آمریکا میکنه تو رو در حالتی از ناامیدی یا دست کم سرخوردگی و افسردگی رها میکنه؟ من به کاری که سناتورهای اون کمیته برای تهیه گزارش کردن خیلی میبالم. به نظر من این گزارش اهمیت داره و دلیل اینکه امروز میبینیم دولت آمریکا اون دستورالعمل شکنجه رو کنار گذاشته به خاطر اون گزارش هست. ما الان توی دوره عجیبی هستیم. بنابراین تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که با نگاهی مسئولانه به راهمون ادامه بدیم و امیدوار باشیم که بقیه مردم هم در این مسیر همراه باشن. دانیل جونز، ممنون که با آرتاک اومدی. سپاسگزارم. خوشحالم که با شما بودم.